نوآوری یا کپی؟ نوآوری بهتره یا کپی کردن؟ این منو یاد اون سوالایی میندازه که تو دوران جوانی معلم ها از ما میکردن. علم بهتر است یا ثروت؟ خب ما جوانای باهوشی بودیم، میدونستیم انتظار معلم از ما چیه، میتونستیم 10 صفحه راجع به مزیت علم بنویسیم، ولی فکرمون رو ثروته بود. سوال امروز هم ظاهرا از همون سوال هاست. یعنی من دارم میپرسم اگه قرار بود یه کار سختی رو انجام بدیم، آیا میشستیم این کار رو از صفر با زحمت انجام میدادیم، یا میرفتیم یکی رو پیدا میکردیم که این کار قبلا کرده بود و اونو کپی میکردیم؟ راستش لازم نیست جوابی بدیم به این، ما جوابمو گرفتم، هممون گرفتیم. ما تو جامعه زندگی میکنیم که عاشق کپی کردنه، مخصوصا از چیزهای خارجی. من مدیر عامل شرکتی رو میشناسم، یه شرکت بزرگ، که میره خارج یه محصولی رو میخره، میاد ایران به تیمش نشون میده و بعد میگه محصول آینده ما بسته‌بندیش باید عیناً این باشه. نمیگه بهتر از این باشه، نمیگه مشابه این باشه، میگه عیناً این باشه. انتظارش هم همینه. یکی از کارهایی که شرکت ما انجام میده طراحی وبسایته. روزی نیست که یکی نیاد پیش من نشینه یه سایت خارجی رو نشون نده و نگه من این سایتم میخواد عیناً این باشه، حتی اگه اون سایت فاجعه است، چون تو صنعت خودشه فکر میکنه اون سایت باید همینجوری باشه. بهش میگم من بهتر از این میتونم انجام بدم، میگه نه، وقتی خارجی یه کاری رو کرده ما تغییرش نمیدیم. حتما میدونستن که اینجوری طراحی کردن. آره حتما میدونستن که این یه سایت به این بدی رو طراحی کردن. اصلا انتظار ما اینه که همه چی کپی شده. وقتی یه آگهی خلاقانه توی تلویزیون ایران میبینیم، اولین چیزی که فکر میکنیم اینه که حتما از یه آگهی خارجی کپی کردن. حتی یک لحظه فکر نمی‌کنیم که ممکنه یه بنده خدایی نشسته باشه، زحمت کشیده باشه، این کار از صفر انجام داده باشه. اصلا به فکرمون هم نمی‌رسه. یکی از کارهای دیگه که شرکت ما انجام میده، طراحی بازی‌های آنلاینه. هم واسه خودمون هم واسه شرکت‌های دیگه. چند سال پیش می‌خواستیم یکی از بازی‌هامون که خیلی جالب بود و توی جشنواره ایران شرکت بدیم. خب فرمش رو باید پر می‌کردیم. تو این فرم بعد راجع به تولید کننده بازی، خود بازی می‌نوشتیم. ولی یه جایی این فرم نوشته بود مشابه خارجی این بازی رو بنویسیم. خب خیلی به ما برخورد، ما این کار بازی رو خودمون درست کرده بودیم، ایده پردازی کرده بودیم، زنگ زدیم گفتیم یعنی چی، ما نباید این کارو بکنیم. گفتن اگه اینو پر نکنی اجازه نداری تو جشنواره شرکت کنی. خب ما پر کردیم، یه چیزی نوشتیم همونطور که فقط ردش کرده باشیم، ولی واسه ما جالب بود. در واقع نهادی که کارش ترویج صنعت بازی سازی تو ایران بود، انتظارش از اون صنعت کپی کردن بود. این عشق کپی کردن و این ترس از نوآوری فقط توی کسب و کار و بیزنس و بازی‌های آنلاین نیست، تو همه چیز ما هست. نه مثلا آشپزی رو نگاه کنیم، فرهنگ ما به ما اجازه میده که تو دستور غذاهای ایرانی دست ببریم. تغییر کوچیک نمیگم، تغییر بزرگ. اصلا ما اجازه داریم یه غذای جدید ایرانی ابداع کنیم. همچین چیزی اصلا در فکر ما هم میگنجه؟ غذای جدید ایرانی. حالا بیایم نگاه کنیم چرا انقدر ما علاقه به کپی کردن داریم. یه دلیلش ممکنه عدم اعتماد به نفس باشه. انقدر بهمون گفتن کپی کن کپی کن، انقدر مدیر عامل اومده یه دونه محصول گذاشته جنبون، انقدر مشتری گفته من اینو میخوام، که اصلا یادمون رفته چجوری خلاقانه کار کنیم. همه کارمون شده کپی. یه دلیل دیگه اش هم ممکنه راحت طلبی ما باشه یا زرنگیمون. به هر حال وقتی یکی یه کاری کرده خیلی راحت تره که اونو کپی کنیم. اون زحمت رو کشیده، زجر رو کشیده، ما میتونیم یه راه طولانی رو یک شبه طی بکنیم. مثل من اینه که در واقع دومی مهمتره. 80% دلیلی که ما کپی میکنیم برای اینکه میخوایم جلو بیافتیم بدون زحمت. حالا یه مدر راجع به نوآوری صحبت کنیم. مثلا نوآوری چیه؟ به چه دردی میخوره؟ تعریف نوآوری آسون نیست، ولی اگه من مجبور بودم تو یه جمله تعریفش کنم میگفتم نوآوری راه حل‌های خلاقانه برای بهبود بخشیدن به کارهاست. راه حل‌های خلاقانه برای بهبود بخشیدن. این بهبود بخشیدن خیلی مهمه. شما یه راه حل خلاقانه داشته باشین که هیچ کاری نکنه، هیچ کمکی نکنه، در واقع نوآوری نیست. نکته دومم اینه که
لازم نیست نوآوری یه چیزی رو از صفر شروع بکنیم برای نوآوری. بیشتر زمانها نوآوری اتفاقا تغییر در کارهای روزمرمونه، بهبود بخشیدن به کاری که داریم هر روز انجام میدیم. اصلا از دید من در هر کاری میشه نوآوری کرد، در هر کاری. میدونم تو فرهنگ ما این وقت اجازه نیست، ولی یه چیزایی رو ممکنه شما بگید نه اصلا نمیشه بهتر کرد. چی رو بگیم؟ مثلا نون سنتی، نون بربری. اصلا نون بربری خودش اند خلاقیته، من اینو قبول دارم. من فکر نکنم کسی جرأت کنه بهش دست بزنه. حالا بذاریم کنار که میشه یه کارایی با نون بربری کرد، ولی نون بربری رو بذاریم کنار، چیزهای حاشیه‌اش رو نگاه کنیم. شاید در پختش بشه یه کاری کرد. من مطمئنم در فروشش میشه یه کاری کرد. هممون دغدغه خرید نون داریم، نداریم؟ باید اول ببینیم کی پخت میشه، بعد بریم تو صف وایسیم، بعد بریم نون رو بخریم بذاریم لای روزنامه بیاریم خونه. همون کاری که نیاکان ما شاید 2000 سال پیش میکردن. ما امروز تو بزرگراه رانندگی میکنیم، تو آپارتمان زندگی میکنیم، موبایل داریم، آشپزخونه اوپن داریم، ولی هنوز وقتی میخوایم نون بخریم باید یک مطمئن بشیم پخت شده و بعد بریم تو صف وایسیم بخریمش. من مطمئنم کسی که یک راه حل خلاقانه برای بهبود بخشیدن به این کار به وجود بیاره میلیونر میشه، میلیاردر میشه. من دنبال اون اپ موبایلی هستم که اجازه میده با یک اشاره نون بربری رو دم خونه من 20 دقیقه دیگه بیاره. بربریاب. حالا ما میدونیم نوآوری چیه تا حدی. کپی کردن هم که خب استادی. بیا اینا رو با هم مقایسه کنیم. من میخوام به شما تمام مراحلی که باید طی بشه تا یه کاری رو کپی کنیم و نشون بدم. کار سختی نیست. کپی کردن خیلی راحته. شروع میکنی، کپی میکنی، تموم میشه. اصلا لازم نیست فکر بکنی. حالا بیاییم با هم تمام مراحلی که نیاز داره طی بکنیم برای اینکه همون کار رو با نوآوری انجام بدیم. ترسناکه نه؟ پر از بن‌بست، پر از بیراهه، پر از شکست. شما میدونید که امروز من اومدم اینجا ثابت کنم که این کار بهتر از کپی کردنه. کار سختی. مطمئنم آدم های باهوشی هستیم، به این راحتی هم گول نمیخوریم. پس سوالتون اینه چرا من باید کار سخت‌تر رو انجام بدم؟ مگه کپی کردن چه اشکالی داشت؟ این همه سال ما داریم کپی میکنیم، ضرری هم بهمون نزده، تازه جورایی هم سود داشته. چرا حالا نوآوری مد شده؟ اقتصاد ایران به زودی دوباره به اقتصاد جهانی متصل میشه. این خبر خوبیه، فرصت‌های خیلی خوبیه واسه هممون، ولی چالش‌های خودش هم داره. می‌تونیم بعضی از این چالش‌ها رو فکرش بکنیم؟ اقتصادی که ما داریم به طرفش میریم، دنیایی که ما داریم به طرفش میریم، قوانینش کاملا متفاوت از دنیایی که ما تو این چند دهه گذشته داشتیم تو ایران. چیزایی مثل کپی رایت یا حق نشر که واسه ما یه چیز بیهوده و بی اثره، در واقع بخش مهمی از این اقتصاد جدیده. گذشت دورانی که میتونستی از گوگل یه عکسی دانلود کنی، یه پوستر بسازی، چاپش کنی، صاحب اون عکس میاد و پولش از تو میگیره. گذشت دورانی که یه مدیر عامل میاد یه محصول رو میذاره جلوت، میگه عیناً اینو درست کن، صاحب اون محصول کارخونه تو میخوابونه تا پولش رو بگیره. این مهمه. نوآوری هم بخش مهمی از این دنیای جدیده. در واقع نوآوری تعیین کننده قدرت رقابتی کشورهاست. کشورهایی که نوآوری میکنن میتونن رقابت کنن. انجمن جهانی اقتصاد هر سال یک شاخص نوآوری واسه کشورها تعیین میکنه که در واقع قدرت رقابتیشون رو نشون میده. سال گذشته ایران رتبه 86 رو داشت از 140 کشور. رتبه خوبی نیست. کشوری که قدرت اقتصادی شاید 27م 28م توی دنیا با تحریم، نباید رتبه 86 رو داشته باشه. خب بیایم نگاه کنیم. ترکیه، کشور همسایه، رتبهش 56ه. بد نیست. اندونزی رتبهش 31. یادتون بود ما 86. مالزی 21.
اینا کشوری هستن که ما باشون باید رقابت کنیم. چین خدای کپی کردن، رتبه 32. چرا؟ خب کپی میکنن ولی یه جا وای میستن، یه جا برمیگردن و نوآوری میکنن. مثل ما یه صنعت خودروسازی ندارن که 45 ساله که داره هنوز مونتاژ میکنه. حالا بیان ببینیم که نوآوری چی داره که باعث میشه که ما بتونیم رقابت کنیم. این جنس نوآوری چیه که باعث میشه ما بتونیم رقابت کنیم. وقتی ما کپی میکنیم فقط این مراحل رو حذف نمیکنیم، بلکه اون تجربه ها رو هم حذف میکنیم، تفکر رو حذف میکنیم. نمیدونیم چرا داریم یک کاری رو انجام میدیم. کپی کردن، علناً کپی کردن اون فکر رو از ما میگیره، تجربه رو از ما میگیره. داریم کپی میکنیم چون کپی میکنیم. راستش این منو یاد یه مقاله میندازه که چند سال پیش خوندم. نویسنده گفته بود میدونین چرا آدامسای خارجی نخ دارن؟ خب برای اینکه راحت باز بشن. بعد پرسیده بود میدونین چرا آدامسای ایرانی نخ دارن؟ خب برای اینکه آدامسای خارجی نخ دارن. سال پیش شرکت من یک اپ جدید رونمایی کرد به نام انار. یه اپ اجتماعی بود. از روز اولم گرفت. تا الان 1,000,000 دانلود داشته و جوونا کلی دارن روش کار میکنن. یه اپ عجیب غریب هم هست. اپ اجتماعی ایرانیه. نه شبیه فیسبوک، نه شبیه اینستاگرام، نه شبیه. یه چیز عجیب غریبی که ما درست کردیم. ممکنه در نگاه اول بگین خب باری که الان دمتون گرم چه تیم خلاقانه‌ای داشتی که تونستین یه اپ موفق رو از همون روز اول درست کنین. ولی کمتر کسی میدونه که این اپ زاده یک شکست بوده. چند سال پیشتر ما تصمیم گرفتیم یه شبکه اجتماعی درست کنیم روی وب. اسمش رو گذاشتیم کوکجا. خیلی هم زحمت کشیدیم، یه قارم قابلیت روش گذاشتیم، سعی کردیم هر چیزی که هست رو اضافه کنیم بهش. از نظر بصری عالی بود ولی هیچکی توش نمی اومد. هر چقدر تغییرش دادیم، سعی کردیم کارا رو متفاوت کردیم، خب یه ذره بهتر میشد، یه ذره بدتر میشد، کلا اصلا موفق نبودیم. وقتی به جای رسیدیم که قرار شد نسخه موبایلی همین شبکه اجتماعی رو درست کنیم، پیش خودمون گفتیم نیایم همین اشتباه‌ها رو دوباره توی فضای دیگه تکرار کنیم. برگشتیم گفتیم بیایم یه نگاهی بندازیم ببینیم چه اشتباهایی کردیم. بر اساس اون شبکه اجتماعی جدیدمون انا رو ساختیم. برای ما عجیب نبود که موفقیت آمیز بود، چون ما تمام اون تجربه ها رو داشتیم، تمام اون شکست ها رو داشتیم، جواب ها رو داشتیم که بتونیم یه شبکه اجتماعی قوی درست کنیم. حالا ممکنه بگین او این همه زحمت که یه شبکه اجتماعی، حالا چرا اصلا یه چیزی رو کپی نکردین؟ به حال ذات ما اینجا حرف خودش رو میزنه. مگه کپی کردن راحت نبود؟ یه اپ موفق بردار کپیش کن. حالا فرض کنم چه کاری رو می‌کردیم؟ یه اپ موفق رو بگیم. اینستاگرام. فرض کنیم ما اصلا برمی داشتیم اینستاگرام رو یه نسخه فارسیش رو درست می‌کردیم. آره میدونم این نسخه وجود داره. اتفاقا حرف منو تایید می‌کنه. آیا موفق می‌شدیم؟ اول اینکه اگر ما این اپ رو عیناً اینستاگرام درست می‌کردیم، سوال این بود که خب حالا کی می‌خواد بره تو این اپ؟ وقتی اینستاگرام هست و تو چیز جدیدی رو اصلا نمی‌ذاری تو اپت، چرا بخوای بری تو این اپ؟ ولی یه بخش دیگه هم هست که خیلی مهمه. اون بخش اینه که دقیقه ای که تو این اپ رو درست میکنی خودتو به عقب موندن محکوم کردی، چون باید بشینی ببینی اینستاگرام چی کار میکنه تا قابلیت بعدی رو اضافه کنی. اصلا میتونی خودت فکر کنی یه کار دیگه بکنی؟ نه، اصلا محکوم شدی به عقب موندگی. چرا؟ چون این اپ خودت درست نکردی، کپی یه کار دیگه است. پس باید همیشه منتظر باشی تا خارجی یک کاری بکنه و تو کپیش بکنی. فرق بین انار و اون اپی که کپی اینستاگرامه همینه. ما با انار هزار تا کار میتونیم بکنیم. الان دستمون بازه، میتونیم اجازه بدیم جوونا بلیت اتوبوس بخرن، میتونیم اجازه بدیم فیلم به هم بدن، اصلا یک کارهای عجیب غریب. دست ما بازه. نوآوری یک فضای بازی رو واسه درست میکنه با تمام ریسک هایی که توش هست. ولی کپی کردن تو رو محکوم به عقب موندگی میکنه. وقتی کپی میکنی کاری نمیتونی بکنی. من امروز اومدم بهتون بگم
که دوران کپی کردن گذشته و ما باید نوآوری رو جایگزین کپی کردن بکنیم. دلیلش هم اون اقتصادی که ما داریم به طرفش میریم. من ازتون میخوام که از همین امروز نوآوری رو وارد زندگی روزمرتون بکنیم. اصلا واسه من مهم نیست که شما یه مدیر عامل یه شرکت هستین، کارمندین، طراحین، خانه‌دارین، والدین یک فرزند هستین. خیلی راحته. من وقتی میخواستم این کار رو تو شرکت خودم انجام بدم، سعی کردم که به طراحان بفهمونم که وقتی دارن یک کاری واسه مشتری میکنن، یک کار متفاوت تر بکنن. اصلا یه قراری باشون گذاشته بودم. ما همیشه دو تا طرح به مشتری نشون میدادیم. من به طراحان میگفتم باید یک طرح سوم هم بزنین و تو این طرح تمام قانونا رو بشکنین. اصلا مهم نیست اگه قراره یه منو بالا باشه بیارینش پایین، اگه قراره قرمز باشه سبزش کنین. اصلا باهاش بازی کنین. یه کاری کنین که اگه مشتری اینو ببینه فکر کنه شما دیوانه این. ولی اتفاقی که میفته اینه که کم کم طراحای من عادت کردن که تغییراتی که تو این طرح سوم تری که ما مینداختیم دور رو تو طرحهای دیگه شون بیارن. نوآوری چیزی که ما میتونیم تمرین کنیم. شما اگه یک طراح هستین و کارفرما بهتون یه کاری میده، آره کاری که انتظار داره رو انجام بدین، ولی تمرین کنین، یه کار دوم هم انجام بدین. پیش خودتون بگید من اینو به مشتری نشون نمیدم، ولی دستم باز همه کار رو این کار بکنم. اصلا فرض کنین من خدام، اصلا هیچ قانونی وجود نداره. اگه شما این کارو تکرار کنین، نوآوری توی کاراتون رخ نمی کنه، چه بخواین چه نخواین. اگه والدین یک فرزند هستین، سعی کنین که بچه‌تون تجربه ها رو انجام بده. اگه میفرستینش کلاس پیانو، فقط بهش یاد ندین که حفظ کنه. چون پیانو صحبت میکردیم، فرق کسی که نوآوره به کسی که فقط حفظ میکنه. سعی نکنه فقط نوتا رو حفظ کنه، بعد ببرین تو مهمونی بچه‌تون نوت بزنه و همه دست بزنن. بهش یاد بدین که فراتر از اینه بره. قرار نیست که بچه‌تون موتسارت بشه، که قراره تجربه کنه که بتونه در آینده از این استفاده کنه. بهش بگین بزن روی پیانو. بهش بگین اصلا خودت یه موزیک خلق کن. ببین چقدر کمک میکنه. نوآوری چیزیه که ما باید تو جامعه همون بیاریم. همشون از خودمون شروع میشه. من مطمئنم اگه هممون دست به دست هم بدیم، میتونیم در این دنیای آینده موفق بشیم. و در این دنیای جدید نوآوری همیشه بهتر از کپی کردن. مرسی.